انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس یا عهد جدید به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد، ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل اول. از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد، بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه درود می‌فرستند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد، تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید، در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد. اما عده‌ای هستند که می خواهند شما را مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن چه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد. چنان که قبلا گفتم، باز هم تکرار می‌کنم، هر کسی که انجیلی غیر از آن چه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد. آیا این سخن می‌رساند که من رضایت آدمیان را می‌خواهم؟ خیر، من فقط رضایت خدا را می‌خواهم. و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون قصدم این بود، خادم مسیح نمی بودم. ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود ساختن آن می کوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکانمان متعصب بودم. اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنان که قبل از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم.
و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از 3 سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت 15 روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصاً نمی شناختن. فقط می شنیدن که آن کسی که به ما آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را بشارت می دهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد. و خدا را به خاطر من سپاس می گفتن.